یک ولاگ عروسی دیا با من، فردا عروسی پسر دیا مسعوده و من میخوام که توی این دو روز به شما نشون بدم که خودم آماده میکنم واسه عروسی. میخوام آرایشگاه برم، میخوام لباسای خوشگلم بپوشم بهتون نشون بدم، میخوام از عروسی بهتون نشون بدم. ولی یه هیجان دیگه داره این ولاگ، اونم اینه که الان میخوام برم آرایشگاه و شما قراره یه چهره کاملا متفاوت از من رو ببینید که فقط منوز به عروسی پسر دیا مسعود نیست، قراره یه کاری با خودم بکنم که خیلی خودم بابتش هیجان دارم و فکر کنم واسه شما خیلی هیجان انگیزه، چون منو تقریبا 2-3 سال همینجوری دارید میبینید. خلاصه اول از همه میخوام برم آرایشگاه و میخوام یه سری وسیله با خودم ببرم که بهتون نشون بدم چیا با خودم میبرم و امیدوارم که ولاگ خوبی باشه براتونم، اون جو و عروسی و اون چیزا رو داشته باشه و شما هم خوشتون بیاد. چیزایی که با خودم دارم میبرم نمیدونم اصلا استفاده میشن یا نه، ولی اگر شدن شما هم واسهتون تجربه باشه. یه بطری این رایس کیک که با کره بادوم زمینی و عسل، میوه، سیب و موز که حالا نمیدونم بتونم بخورم یا نه، و یه شکم اسپرسو. این خوردنی ها بود و البته یه عالم دستور کاغذی بخاطر حساسیتم، کیف پول، مهمتر از همه ایرپاد برای اینکه پادکست گوش بدم چون قطعا تایم بیکاری زیادی دارم، و حالا کتابم میبرم که اگه کاربرد داشت بخونم، از کتابم هم غافل نشم به جایی که حالا از گوشی استفاده کنم و غیره. خیلی خودم هیجان دارم و دیگه آماده ایم برای یه آرایشگاه. تیتینگ این شما ها، اینم یک پریسای متفاوت، خودم هم از هر سری نگاه میکنم شوکه میشم، و جدید که موهام بالیاژ کردم و البته الان هیچی نداره، اصلا تازه موهام دیشب بافتم همینجور، این یه تیک کرلی شد ولی این طرف صافه. حالا امروز روز عروسیه، راجع به موهام بخوام بگم دیشب ساعت 11 و نیم از آرایشگاه زدم، 11 و نیم شب، بعد یه رفتم خونه مامانم اینا، پرستونا کارت عروسیشون داشتم اینا میشن دیگه، من نتونستم ویدیو بگم انقدر خسته بودم و ضعف داشتم دیگه. اینجوری شده، خودم خیلی دوست دارم و به نظرم خیلی متفاوت شده هم، خیلی فکر کنم به نظر شما هم همین جوری باشه، لباسم شستیم و حالا الان امروز روز عروسیه دیگه، خیلی صحبت نکنم، میخوام هم دوباره آرایشگاه یه میکاپ انجام بدم و موهام هم حالا یه کرلی انجام بدم، حالا بهتون نشون میدم. ولی بچه خیلی متفاوت شده، حالا شما هم نظرتونو بگید، خوشگل شده نشده؟ خیلی متفاوته دیگه، خودم خیلی دوست دارم این ظاهرمو که اینجوری روشن شده، اینو دوست دارم. اینجا هم نشون بدم که این لباسمه، قراره امشب بپوشم، مامانم برام دوخته و حالا برم آرایشگاه، بیا لباسامونو بپوشیم و بهتون نشون بدم.
خوشگل شدم، حالا خود ستایی نباشه، ولی خب خیلی عوض شدم یا آرایش هم انگار به هم میاد. حالا اصلا دلم نمیاد شال سر کنم، نمیدونم این ویدیو رو میخوام چی کار کنم، بعد اصلا میترسم موهام هم خراب بشه. بچه موهام خیلی پرنسسی شو، اصلا باورم نمیشه، هیچی باورم نمیشه. الان میخوام برم ریاکشن مسعودم بگیرم ببینم اون چی میگه، چون اون میگفت آرایش غلیظ نکن. قربونش بشم اونم رفته آرایشگاه. مسعود موهام دیدی چه خوشگل شد، آقا ما چون زود آماده ای، من گفتم الان بهتون زود کیف و کفشمو نشون بدم، چون تازه خریدم، هم کیف و کفش که میخوام عروسی خواهرم بپوشم، هم حالا این مهمونیه. اول از همه از این برند خریدیم که بایلیه، ولی برند اماراتیه و خیلی راحته، خیلی من از سپهسالارم خریدم و مسئله مهم برام این بودش که راحت بشه، چون به عنوان خواهر عروس همش در رفت آمدم میخوام کار کنم و اینو، گفتم فقط راحت بشه. یعنی اصلا مدلش برام راهنمایی، ولی خب هم مدلش خوشگل شد و هم خیلی راحته. خیلی بچه این کفش عروسی که خواهرم میخوام، عروسی خواهرم، از زوم ببینم میتونم بکنم، آره عروسی خواهرم اینو میخوام بپوشم. زمینش کرمه، بعد روش هم نگین و مروارید داره، بعد پاشنش هم اینجوریه، خیلی راحته، خیلی اینجوری که پشتش بازه خیلی خوبه، چون اینا خیلی به نظرم خیلی راحت تر از کفش تورا بودن. و اینو خریدم دو تومن که همه رنگم داشت، زمین سفید، یه دونه زمین شامپاینی داشت، ولی من کرمشو بیشتر از بقیه‌اش دوست داشتم. این برای عروسی خواهرم فقط میپوشم. یه دونه همین کیفه رو خریدم که تقریبا سطح خودشه دیگه، همون مروارید و نگین و همون جوری خط خطی داره، کیف مجلسی. اینم خریدم دو تومن، اصلا خودم توقع نداشتم کیف مجلسی انقدر گرون باشه، دوست داشتم با یه تومن جمع بشه، ولی خب نشد دیگه. بعد دیگه گفتم ولش کن دیگه، حالا کیف مجلسی خوبم نداشت داشتم و اینا، همینو میفشه. آها اینجوری هم باز میشه درگیر باشم. یه دونم بند بلندازی، خلاصه این امشب هم میخوام بندازم و با پیرن مشکین به نظرم میاد. یه دونه کیف مجلس دارم بالاخره. و حالا کفشی که امشب میخوام بپوشم همون برنده، اینم کفشمه، یه دونه کفش مشکی، خب لباسم چون مشکی بود دیگه مشکی خریدم. یه نگین ظریف داره، ریزکاری ظریف داره، دوباره پاشنش همون قده، ولی این پشت داره، اینم راحت بود، این یکی خیلی راحت تر بود، ولی خب دیگه نمیدونستم مثل اون مشکی بگیرم، دیگه گفتم یه چیزی بگیرم حالا مهمونی رفتن اینم راحت بتونم بپوشم چون مشکیه. و اینو خریدم، اینم قیمتش مناسب تر بود، 1400 اینو خریدم از همون مغازه، از همون سپهسالار. هم اولش یه مغازه ازش کلا ویترین نداره و داخلش یه نمایش بزرگ داره، خیلی خوشگله، برید از سپهسالار پیداش میکنید. و اینا رو هم خریدم که به نظرم خیلی خوشگلن، این که خیلی خوشگل و شیک شد. و نمیخوام امشب بپوشم، کلا هم نمیخواستم دوتا کفش بگیرم، چون گفتم کفشی که عروسی خواهرم میپوشم متفاوت باشه، که اگر مثلا توی این مهمونی پوشیدم یه چیزی شد، مثلا بندش پاره شد، یه اتفاق واسش افتاد، دیگه واسه کفش عروسی خواهرم نگران نباشم، اونو فقط واسه عروسی، اینم که این عروسی و حالا مهمونی و اینا خیلی دوستش دارم. امیدوارم که شما هم خوشتون بیاد. دیگه ما الان میشینیم تا ساعت 4 اینا پاشیم آماده شیم، بعد بهتون نشون بدم لباسم و نارا. خودم خیلی دوست دارم، ولی نمیدونم نور اینجا چطور احساس میکنم، خیلی چشم سیاه شده با نور اینجا، ولی اونقدر سیاه نیست دیگه، دیدی توی آسانسور. خب ما تو مرحله لباس پوشیدنیم، من حالا لباسم یه ذره بالاش لختیه پوشوندم، گفتم مثلا اون سری ولاگمون که سرویس انداختنی با هم ویدیو گرفتیم، الان با این لباس مشکیم اینو میندازم. مثلا تو باید بیای، گفتم چون مشکیه طلایی بیشتر بهش میاد، این سرویس هم مامانم اینا اون موقع کادوی سر عقدی برام خریدن، خیلی خیلی خوشگله، خیلی دوستش دارم. بعد آماده شیم لباس ها بهتون نشون بدم دیگه. اینا هم که دستبندمون میندازن، چون الان همه اینا طلاییه، گفتم مثلا اینا خوب میشه، این انگشتر این دستبنده با این دستبنده یا طلاییه، موهام هم طلاییه، اینم میندازم با این، نمیدونم حالا خوبه یا نه، ولی خوبه دیگه اینجوری خالی باشه خوبه. این دستم هم که حلقه رو میندازم،
با پشت حلقه با ساعت، با این ساعت عروسی از دور خوبه دیگه. خیلی حالا اینو بندازم یا نندازم نمیدونم، خیلی طلایی میشه راست. نه خوبه، اون نور خونم نمیدونم که چقدر وحشتناکه. یک عدد داماد داریم اینجا. پیرن تو بکنم باید یه ذره بدی پایین. آها خوبه. خب اینم از ظاهر نهایی و لباسم که اینجوری دانتل داره و اینا و هنر دست مامانمه که خیلی خوشگل شده به نظر. اینجوریه، خیلی ناز و چیز پرنسسی. کفشم هم که پوشیدم با این کفش. موهام، آرایشم، همه چی من اوکی. حالا مسعود دارم بیا. اینم از مسعود و کچلوارش هم که جدیده انشالله که بیا جلو. عکس بندازی؟ آره. یادنم بیا پوش مثل اون. سر استرسم، یعنی دست و پام یخ کرده و اینو فکر کنم تا حالا بهتون نگفتم. کلا وقتی میرم یه جای جدید با کلی آدم جدیدی که نمیشناسم خیلی استرس میگیرم و ازن احساس میکنم واسه آدمای مثل من ازدواج خیلی سخته، چون کلا میری با یه خانواده جدید، آدمای جدیدی روبرو میشی. منم الان واقعا پر از استرسم، یعنی اصلا نمیشه. و هر چقدر خودم آروم کنم، هر چقدر با خودم حرف میزنم مثلا هیچ آرامشی نیست. تا ورود کنم چند نفر رو ببینم یا زمان بگذره این استرسم بره و نمیدونم چرا اینجوری هم دیگه. حالا هیچ قابل درمانم نیست انگار. تو خلوته الان خوبه. زنگ میزنه، مطمئنا صدام هم گرفته دیگه. عروسی تموم شد، من خیلی نتونستم از داخل سالن براتون فیلم بگیرم، خیلی سخت بود. ولی بچه ها اینو براتون بگم، داشتم از استرسم گفتم رفتیم داخل سالن، چند نفر که حالا خیلی هم با هم صمیمی نیستیم و اینا بهم گفتن وای چقدر خوشگل شدی، چقدر موهات خوب شده. حتی مثلا خاله مسعود اولش، مامانش اولش منو نشناختن، رفتم سلام علیکم اصلا اول لسن یهو مثلا من نگاه کردم سرشونو به پایین که کارشو یا بعد یهو سرشونو بالا که فهمیدم منم، بعد دیگه خیلی خوشحال شدم و اینا دیگه. کلا هم از اول تا آخر واقعا وسط بودیم، یعنی مثلا گوشی به دست نبودم راستش. بعد داشتم اینو میگفتم که مثلا وقتی که دیگران تعریف میکنن حالا از مو یا ظاهرت یا حتی لباست، مثلا غریبم باشن مخصوصا یا نسبتشون دور باشه، آدم خیلی بیشتر بهش میچسبه انگار، اصلا دیگه واقعا انگار خوب شدی دیگه. بعد من خیلی خوشحالم خیلی. اینم بهتون بگم که کفشم خیلی خوب بود، خیلی راحت بودم، یعنی اصلا از ساعت 5 تو پام بود الان ساعت 1:30. خیلی خوشحالم که برای عروسی خواهرم این کارو کردم. علی بعدم شما من رو با این رنگ مو قراره ببینید. خیلی خوشحالم آقا. به تو خوش گذشت مسعود؟ خیلی. به منم خیلی خوش گذشت واقعا، خیلی چسبید، خیلی رقصیدیم با هم، میگم از اول تا آخر وسط دادیم. منم انگار یه جوری حرف میزنم دارم میکنم واسه مامانم آبجی ما اینو تعریف میکنم دیگه. همین، این از ولاگ امروزمون. میبینمتون تا ولاگ بعدی و موهای طلایی. خدافظ.